نعمت خدا داره استفاده بکنه عزیزم. یه چه نعمت خدا؟ اون بچه که داره اونتو میاد بیرون همزمان که داره اونجا میاد بیرون کلش به 3-4 تا بیماری میگیره میاد بیرون. من نمیفهمم. بک‌گراند خوشگل شده؟ ناز شده. جدی ناز شده. نه کنم. من میام هرچی نزدیکتر خوشگل‌تر میشه. امروز اومدیم با جی تگ. دیگه انقدر نه جلو. انقدر دیگه نه جلو داداش. میای جلو دیگه دماغ نمیذاره اون جای دیگه رو. خیلی بی شخصیتی ها. واقعا برات متاسفم. خوبه من موهاتو مسخره کنم. ببین آقا یوبرا شما میدونید، شما ندونید، باباهاتون میدونه 70% ایرانی ها کچلن. 70% ایرانی ها کچلن. نه من جور باشده تازه خیلی عوض دماغ شد تو به قشن دماغ گنده جامعه تاز الان فهم کنید الان همون های دماغشون عمل کردن زمان دماغشون گنده بوده الان اونا را مسخره کردی. کجا؟ من رو نگاه کن. آجیش کجا؟ بیا پای شبیه اگه گفتی شبیه کی شده؟ لاتا؟ دقیقا داداش مشتی گلیبسن. ببین به مولا که حرف اضافه بزنی. آقا خدای من با این استایل مخزنی اومدم شما باید این چونکه ببخشید بخش. اگه یادتون باشه با شایان یه زمانی رفتیم واقعنی گرفتیم و شایان میگفت همش از این درس خونه واسه من آوردی، امروز از این داستانای درس خونی واسه من آوردی، امروز من آوردی، امروز چی آوردی؟ خراب بازی آورده. ببین اصلا شروع yes! شدنش خراب امروز آمدم جبرانی با شایان داستانای واقعنی ببینیم با هم دیگه از کانال ما شرمایستوری که امیدوارم خوشتون بیاد. تو کانال شایان هم یه ویدیو خفن داریم که خراب بازی اونجا خودمون خراب شدیم. چیه؟ من نمیدونم اونجا ویدیوش چیه هنوز. بس که درنمون قرار سرویس شد، لینکش تو دیسکریپشن هست. بعد این ویدیو میتونید برین ببینید. اونجا باید ببینید که چشای آرمان، ببینید آرمان چشاش به کجاست، راه راست میبینه چی؟ حتما مجازات هم داره. برین تو کانال. نه دیگه مجازات نداره شاید. مجازات داره. بابا مال. مجازات داره. مجازات تشینه که هر کسی هر باخت دماغ شما دمل کنه. هر کی باخت اونلی فنز میزنه. خوبه. و امیدوارم که خوشتون بیاد. اسپارتانا حتما حتما این ویدیو رو لایک کنیم. چه من اینو بگم ادیتور چیو؟ بریم شروع کنیم. بگو. و بریم شروع کنیم. اصلا شما من از اینجا به پایین میبینید. این بالا رو ول کن. آها ادیتور عزیز، آره اینجا رو مرسی ممنون. اوکی خب. شور بی جنبه ای. من بهت گفتم کلا بذارم بیام. آه. تو گفتی کلا نذار داداش، همه چی خوبه. جنبه نداری. بیا بریم. خب بریم. هر جا رو دوست داری. بریم. حل. بچه‌ها داستان دوم میذاریم خراب بازی که تا داستان دوم ویدیو رو ببینید. بوزش. باند خلافکار از کانال شرمایستری راجع به باند خلاف. شایان آقا من این نگفتی خراب و مست. باند ببین همین الان باند خلاف ولی هست دیگه. چی میخواد؟ چی؟ دیگه چی میخواد؟ نه اینکه ممه نیست داداش، این چی آخه؟ حال سب کشد بهتر شب تو اینم باشه دیگه. آم با شان جان اگه تو خواستی یک باند خلافکاری راه بندازی، استراتژیت واسه راه اندازی این باند خلاف چیه؟ ببین دوست عزیز، من قراره توی قضیه تریدم بهت کمک بکنم، این خیلی به کارت میاد. شما ور میداری پلاستیکای سیلیکونی رو وارد میکنی با 10-20 دختر پروتز سینه، لای پروتز سینه شون کوکائین جاساز میکرد. یو وات دا. مرسی نمیخوام دیگه ادامه ندن، یوتیوب دیگه اجازه نمیده این مسیرها رو که داری شما یاد. سلام من آنا هستم و توی روستای مکزیکی کوچیک به دنیا اومدم که تحت کنترل خلافکارا بود. پدر و مادرم کشاورزای فقیری بودن که محصولات خشن. ای آقای گل، آقا گل، این گله چیه جدی؟ این فکر کنم اونایی که از توش چیز میکشن واسه تریاک و اینا. می خشخاش فکر کنم. آره پدر و مادرم کشاورز دیگه برام بچه کرما. آره راست دیگه لاکچری. چند سال من کرمانم؟ آره دیگه باید بدونم. البته شاید باورتون نشه یا نمیدونم رو چه حسابی گفتم این دو. فکرم اشتباه گفتم. زای فقیری بودن که محصولات خشخاش برداشت میکردن که بعدها به هروئین تبدیل و به آمریکا فرستادن. آه دیدی گفت خشخاش. حال یه روز وقتی 18 سالم بود خودش گفت هروئین رو اینا داداش. اونم صحبت کنه. پول من چی شد؟ جورش کردی؟ متاسفم ارباب میکل هنوز نه ولی خب آقا
بیا بیا شما هم دیدی؟ دیگه دهن تو آقا شما هم دیدی آقا چقدر استرس چقدر استرس زیاد خوبه دیگه دهن بایدم زود جورش کنم میگه وای آخ آقا اینه فکر کنم همه استراتژی من رو رفتن شدم چرا بابا بهم نگفته بود همچی دختر خوشگلی دارم ای شاید این که توی دقیقه خودتی این همه مو داره آقا من تو ویدای حمید میگفتیم این شایانه این کرکترش خودتی تو چکار رو کنی دست گرفتم خیلی چکم بودم و اصلا دلم نمیخواست با اون جنایت کار در ارتباط باشه ببین جیگر من فردا توی خونم یه مهمونی دارم بهتره تو هم بیای من جوابشو ندادم که باعث شد خیلی عصبانی بشه ببین اگه از من خوشت نمیاد همین الان بهم بگو نه فقط خوش کرده تا دوست پسند من. نداشته معلومه که از شما خوشش میاد وای دوباره خوبه اگه من و دخترت با هم توشی مثلا شد از خیر بدهید بگذرم آه دخترشو داد را وقتی میگل رفت بابام التماس کرد که پیشنهادش رو قبول کنم گمونم چرا دیگه یه نداشتم بابای گروهی من آقا این روزه بعد به مهمونی میگل رفتم هوت 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 سوت بلد نیست به جانم هوت هوت آقا ادیتور جا یه دقیقه اینجا رو سانسور کن کجا رو چیکار داری میکنم ای پاکسان به علاقهش تبدیل شدم و واقعا بدتر از چیزی بود که فکر میکنی من خیلی حوالم حتی تو کار چه سرعتی زیادی برد که اونجا جلوی اتوبوس ها رو میگرفتن و مسافرها رو مجبور میکردن که به سبک گلادیاتور گونه ای تا سرحد مرگ باهاشون مبارزه کنن ببینین مافیای مکزیک از دهه 1980 به وجود اومد از این فیلم سریال چی بود چیزک در خط استوا موس چی؟ آه یه سریال بود؟ نارکوس آره مال کی بود؟ من همش اسم نیادم میره آها مال دارید در مورد پدرم صحبت میکنید؟ کی؟ پابیو داری میگی پابلو اسکوبار پابی با چه فیلمش خوب بود ولی اون موقع مکزیک هنوز کشور امنی بود اوضاع سال 2012 تغییر کرد زمانی که کارتل زیتا برای مبارزه و ترسوندن گروه های دیگه کارتل شروع کرد از شیوه های به شدت خشونت‌آمیزی استفاده کنه برای همین هم مکزیک کلا کشور بی قانونیه که 90% پرونده های قتل حل نشده باقی میمونن به هر حال یه شب توی کلاب شبانه بودیم و میگل داشت منو به خاطر پوست سفیدم بزرگ و شاق به دوستاش نشون میداد که یهو یه گنگ رقیب جلوی ساختمون ثبت شدن و شروع کردن همه جا رو به تیر ببندن ما جفتمون زنده موندیم ولی یکی از دوستای میگل دستش تیر خورد و من باید ازش مراقبت میکردم البته امم من ازش مراقبت کردم و ولی با کمک یکی از ویدیوهای آموزشی یوتیوب اصلا بهتر دیگو بود و ما کل شب با همدیگه مشغول حرف زدن شدیم اون گفت از 12 سالگی به زور وارد کارتل شده و حالا یکی از بهترین قاچاقچیهای مواد مخدر کارتل بود okay. تا حالا شده کار خیلی بدی برای کارتل یه سوال چرا دختره رو گذاشتی الان پیش این پسره؟ نمیدونم من آدم کنگوشادیم خب وقتی شرایط سخت میشه فقط به فکر جون خودم یه حال ندارم دل انجام بدی چیزی که به خاطر شرمنده باشی عشق از چشماش در زیر شده همونجا فهمیدم اون با بقیه اعضای کارتل فرق داره آخی. اون احساساتی و مهربون بود و من ازش خوشم میومد نمیدونم واقعا از اون روز به بعد یواشکی که با هم دیگه قرار میذاشتیم و من بیشتر عاشقش شدم من میدونم میگیل برای هروینشو کجا نگه میداریم شاید خیانت شد آقا این شبه آرمانه موهاشم نگو شبه آرمانه که صفت تو به من خیانت میکنی آقا من به بچه خودت گذاشتی تقصیر خودته به من رفت آقا تو نشستی دست تیر خورده تو چیکار رو دوست بسر دوست دختر من داری میخواستی نذاریش میخواستی اعتماد نکنی من گفت میخواب داشت گرفتی دیگه بعد بریم بچه هایی که دارم ویدیو میدن آرما همینجور چسنالهی میاد جلو یه ها دیدی یه ها خب
وای خنده بفروشیم و یه شروع تایده داشته باشیم. امکان نداره، اگه میگل بفهم ازش دزدی کردیم از کل خانواده‌ات انتقام میگیره. میگل فعلا دوست دخترش رو دزدی همه... آقا میگل یعنی شایان، شما نمیخواد بگی. آها ببخش. میدونم من باید از شر میگل خلاص شیم. من دیگه نمیخوام دوست دختر یه رئیس مافیای روانی باشم. روانی کثافت عاشقم بود، برای همین یه نقشه کشید. صبح روز بعد آخرین هروئینی تولید شده رو دزدید و همش کلا 5 کیلوگرم بود. ولی قبل از اینکه میگل از ماجرا بویده بره، دیگو جوی میگل رو به یکی از کارتلای حریف لو داد و به همین خاطر اون روز میگل به قتل رسید. آخ مر خدا بیاوردت. شاید خواهم زیپو بکشم پایی. یه لحظه وایسا من بکش پایین. خدا بیاورده واقعا باور نمیشه. من نکو دهن همتون رو بده بالا. بده با وجود همه یه حسابی کارتل حریف به منطقه قد اوزا خراب بود که هیچ کسی پی ماجرای هروئین رو نمی گرفت یا حتی بویی از قضیه نمی برد. بعدش دیگو منو با اون هروئینا از داخل یکی از تونل‌های مخفی قاچاقچی توی شهر تیوانه مکزیک به سان دیگوی آمریکا برد. ما بلافاصله کل هروئینا به مبلغ 200,000 دلار آمریکا فروختیم که برای شروع دوباره برامون خیلی کافی بود. ولی گمونم وقتی یکی یه بار عوضی بشه همیشه عوضی باقی میمونه، چون موچ دیگو رو موقعی خیانت گرفتم و فورا باهاش به هم زدم. آره بهونه برای ول کردن دوستش. اگه تو آمریکا دختر خوشگلی باشی میتونی با هر میلیونری که خواستی وارد رابطه بشی. شاید نامناسبونه باشه ولی دیگو در مقابل مردایی که میتونستم باهاشون باشم یه احمق بی سواد بود. البته دیگو هم رفته با یکی دیگه. آقا مرزهای لاشی بازی جابجا شد. بابای دخترش رو فروخت. دوست دخترت منم ول کرد. خب همون بهتر که دوتایی. راست میگی. آقا بیا دست بدیم. بیا بغل آشه. بیا بغل. دهنه تو سرویس تو منو کشتی. برای اون منو نبخش ولی واسه اون منو ببخش. به هر حال گمونم الان یه زندگی رویایی دارم. با یه وکیل ازدواج کردم و به زودی قراره بچه دوممونم به دنیا بیاد. آقا من یه تحلیل ساده در حد دوستایی که یه ذره جا موندن از داستان در حد 30 ثانیه بدم. بابای دختر رو فروخت. دختر اومد پیش من، از پیش من رفت پیش آرمان، از آرمان رفت پیش یکی دیگه. آرمان این وسط خیانت کرد. فقط من این وسط گایدشون پشتشون. خدا بیاوردت. مرسی، ممنون. بریم داستان بعدی. داستان خیلی جذاب. خراب بازی. I am needing another hole got me finished. Broke my heart. Oh no you didn't. داستانی که با این شروعشه داستانی که با این شروعشه خدا بخیر کنه. برو سلام، من اسمم ویکتوریاست و تو 6 سالی گذشته بیشتر از 1 میلیون دلار پول به دست آوردم. اونم با مادر جایگزین شدم واسه یه زوج پولدار تو کالیفرنیا. چی خیلی تند گفت. یک میلیون دلار جایگزین میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ادیتور اوکیه من واضح بگم استوب چیز کنه. چی اجاره ای؟ سانسور کنه. چیز اجاره. من اوکی 1 میلیون دلار هزینه بنظرم سرمایه گذاری خوبیه. بعد عملیات انجام. آقا من خودم هم میخوام این کارو انجام بدم. من که نمیتونم بچه داشتم، من دستم رو اجاره میدم. دوستایی که دست ندارم من میتونم. اونی که به تو پادادی به من دست من در جایی گذیر شدم واسه یه زوج پولدار تو کالیفرنیا. هرچند دلیل این که وارد این کار شدم ناراحت کننده است. من 17 سالم بود و عاشق یه پسر به اسم پیتر بودم. 17 سالگی اون وقت بچه بود و داشت تو رشته پزشکی درس میخوند. اما بازم با این که داشت برای مدرک پزشکی درس میخوند، آخر هفته وقت میذاشت تا به مردم بیخانمان کمک کنه و بیماره هاشون رو مثل عفونت بتونه مجانی درمان کنه. به عبارت دیگه من جان جون بیا دیگه عزم دیگه از خلافکاری و مرگ و میره دیگه داره خیلی بگیر تا داره خیلی آره خیلی داستان امروز خیلی واقعا جگر آدم حال میاد. لیاقت همچین آدمی رو نداشتم. به هر حال من یه دختر نشاط انگیز و علاف بودم که اولین بیماری جدیشو اولین بیماریشو تو 14 سالگی آخه هپاتیت گرفته. چی گرفته؟ ایدز گرفته. گرفته بود. وقتی دکتر زنان تشخیص داد که برای بار سوم بیماری جنسی گرفتم، اونم قبل از اینکه حتی 16 سالم بشه و این بار کلامیدیا داشتم، اونقدر نگران. هرپس اینا رو الان هرپس چیه؟ بزن سرچ کن بچه‌ها بدونن. وایس هرپس تناسلی تبخال. وای what the fuck. اوه گونوره هیچیه باک. اوه شیر یعنی قشم معلومه کف دستش هزار جور. گونوریا چیست؟ یک عفونت آموزشی است که میتوانه از طریق رابطه چی چیزایی. اوه شیر از پشتر بابا همه جو
عفونت. آدم انقدر بیماری میبینه میترسه اصلا کاری کنه. چی شد آرمان جان؟ آولم که دختر کثافت از 16 سالگی خر بوده دیگه. بیماری دیگه اینقدر مهمه، یه خورده رعایت کنیم. باد کنک بگیر بکش روش سه لایه. اگه بایدم تکرار بشه زنگ میزنه به سازمان مراقبت از کودکان. حتی ازم پرسید آیا دارم برای پول تن فروشی میکنم؟ پس چرا پیتر با آدم داغونی مثل من قرار میذاشت؟ چون خیلی جذاب بودم البته. اول اینجایی که همو دیدیم توی بار واسه دانشجوها بود و پیتر منو در حال استفراغ تو دستشویی پیدا کرد. البته فقط میخواستم یکم آب بخورم. نمیبینی؟ اون کمکم کرد سر پاشم و حتی منو بکنه بود. خیلی خوب، شب خوبی داشته باشی و دفعه بعد انقدر نوشیدنی نخور. سب کن، نمیخوای بیایی داخل؟ نه، تو مسی و من نمیخوام ازت سوء استفاده کنم. سوء استفاده چیه؟ من ازت سوء استفاده بکنم. ولی میتونیم شمارمونو به هم بدیم. پیتر احمق نبود، میدونست من چقدر داغونم، اما آدمای مهربونی مثل اون معمولا نزدیک به آدمای مثل من کمک کنن، درست شد لذت میبرن. تو قرار اولمون به پیتر آره تفلک لذت میبرن. من خودم بچه به این سالمی، ولی تش هیچی نیست. من خودم وصل پینه میکنم. تش هیچی نیست. اگه پسر سالمی هستین سمت این جور دخترا نرین. متاسفم ببخشین اگه کسی شما هستین به یه برامم نیست. اگه داری میدونم علی اگه دختر سالمی هستی که چرا اوکی، ولی اگه نیستین خودتونو شما پسر چون تش میره با یکی میره ازم با یکی دیگه با تو اشغالاشو میکنه چسنالاشو واسه تو میاره خودشو خالی میکنه یه جا دیگه خودشو پر یه جا دیگه آره پر میکنه قشنگ تلاطم میکنه آره نکنین خوب نیست اصلا اصلا تش جواب نمیده تش هیچ کلن کردن رو بذارید یعنی اصلا خوبی کردن نه خوبی کردن رو گفتم و بهش گفتم تو بچگی خیلی مورد آزار و اذیت قرار میگرفتم هیچ کدومشون حقیقت نداشت اما باعث شد اون دلش واسم بسوزه ما چند سال قرار گذاشتم و تیمون سوال پیتر پول تراپی رفتن منو میداد تا اعتیادم به الکل رو کنار بذارم اما جواب نداد من همچنان آخر هفته ها میرفتم به بار تا بنوشم و همینطور بهش خیانت کنم طرف ننه باباش واسهش وقت نذاشتن دیگه تو چرا باید بری پیتر جان تو چرا باید بری الان پیتر جان وظیفه ننه باباش بوده بازیچه شدی بعد بازیچه یه آدم مریض ذهنیش تقصیر خودش هم نیست بچه مادر پدرش بعد شد. اکثرا اینا هم میرن توی لاک دفاعی میگن ما خوبیم ما فقط بدبختیم بودیم فلان بر بود قلب رو چه ساله بله آره. در واقع این مامانم بود که بالاخره تونست منو یکم سر عقل بیاره تو دیگه هیچ وقت نمیتونی به خوبی پیتر پیدا کنی به محض اینکه مدرکشو بگیره کلی پول در میاره و میتونه هر دختری دلش خواستو داشته باشه پس تو باید الان اون حلقه ازدواجو به دست بیاری برو بگیره بیا مامانش هم یکی انتر از خودش همینه دیگه مادر رو ببین دختر رو بگیر یعنی همین هیچی میگم چقدر ذهن خراب که باشه همینا ازدواجو سری بزن بغل آره. و فلان و بگیر سری... دیگه آینده‌تم ببند و دو تا بچه‌ام داشته باشی خدافظ گلگ بعدش هم سیر کنی بمیری تموم شد رفت چی اضافه کردی به دنیا هیچ اومدی چریدی رفتی مردی سقط شدی خب بس باشه داداش ناراحت اعصابت البته شاید به شوهرت یه خورده حال داده نه آقا بی خیال شاید شوهرت یه کاری کرد آقا بابا آقا پله کوین ببینیم آقا میدونستم حق با مامانم پس شب وقتی من بودم شاید دوباره حرکت حامله کردم بدون اینکه بذارم بفهمه خودتون متوجه این دیگه پیتر اصلا از اینکه شنید قرار پدر بشه خوشحال نشد اما بازم برای خلاص شدن از شر بچه به فشار نیومد اون فقط یه خواسته داشت تو باید الکل خوردن رو کنار بذاری وگرنه بچه‌مو بدجوری آسیب ببینه قبول کردم و تونستم برای اولین بار بعد از 15 سالگیم تا اون سن کنارش بذارم. صدقانه بگم خیلی حس خوبی داشتم. اما متاسفانه فقط تو موقعی سایمان ادامه داشت و بلافاصله اعتیادم به الکل اوت کرد و هر شب یه بطری کامل ودکا رو به تنهایی دلم برای پیتر میسوزه. من از دخترمون غافل شدم. بچه بدبخت الان ببین جون چه گناهی کرده. داداش اول فیلمو نه اول ویدیو رو ندیدی شما خرید و فروش میکنم من. نه بعد حالا ببین واقعا این الان این بچه‌رم میندازه گردن باباش میزنه میره آره دیگه احتمالاً چون بیزینسمن پیتر خر پیتر مثلا مهربونی نه ریدی عزیزم من ریدم تو مهربونیت که بخوای وای این دختره دختره خونواده درستی نداره من بیام جمعش کنم نزم آینده تو به
گوه نکش. آقا خیلی خب، من اصلا میگم پیتر جان اگرم میخوای این کارو بکنی، هر کسی هر خوبی داره میکنه باید اینو تو ذهنش داشته باشه که تش به فاکی بشه. دقیقاً میپذیری برو انجام بده. دقیقاً اگه قبولش کنی ریسکشو بپذیر انجام بده، ولی اینکه 4 روز دیگه اگه بخوای پشیمون بشی دیگه به درد لا جرز دیوارم نمیخوره. همین کاره، همین خب همین شخصیت گوه مثلا الانم 4 ساله کنه مظلوم پیتر رو پاره میکنه، از وسط دو نصفش میکنه و میره با کسای دیگه. بدم یه شب پیتر منو در حالی پیدا کرد که از مسیر دیگه دو دخترمون از حال رفتم. من تقریبا خفش کرده بودم و پیتر دیگه به اندازه کافی تحمل کرده بود. اون شب منو ول کرد و دخترمون رو ازم گرفت. همه اونو باعث شد که اعتیاد من به الکل حتی بدتر بشه و نه شغلی داشتم و نه درآمدی. پس هر شب با مردم میرفتم بیرون تا برام نوشیدنی بخرن، میذاشتم با هم بخوابن تا برام الکل بخرن. حقیقت انگیز بود. البته که میخواستم ترک کنم، اما هر بار که تلاش میکردم نوشیدن رو بذارم کنار شکست میخوردم و کم کم این باور رسیدم که برای ترک کردن باید دوباره حامله بشم. برای همین تصمیم گرفتم که باید جایگزین بشم. وای بابا خر گفت اعصابمو داره خرد می‌کنه این داستانه. یعنی می‌خوام گریه کنم. زد تو بیزینس، زد تو بیزینس کار. بچه دار شدن. نعمت خدا داره استفاده می‌کنه. عزیزم. خب یه چه نعمت خدا، اون بچه‌ای که داره اون تو میاد بیرون، همزمان که داره اونجا میاد بیرون کلش به 3-4 تا بیماری میگیره میاد بیرون. من نمی‌فهمم. اولین درخواستم رد شد، احتمالاً به خاطر اینکه من هیچ مدرک تحصیلی نداشتم و قبلاً هم کار نکرده بودم. ولی بعد از کلی تلاش تونستم یه مدرک حقوق ساختگی واسه خودم جور کنم و همینطور یه گذشته واسه خودم ساختم که میگفت من خیلی سخت‌گیرانه و توی خونه. ببین الان یه داشتم به یه چیزی فکر می‌کردم. الان می‌بینی هیکلو چقدر خوبه؟ بله. تو اینستام خیلی هستن همینجوری. اما تو پشت پرده نمی‌تونی ببینی این طرف سه تا بیماری درون. داره. درون رو باید ببینی. سه تا بیماری جسمی داره. بیماری‌های مغزیش هم که نگم دیگه واسهتون. روانی هم که دیگه تا ابد هست. آره. اگه دوست دارین گند بزنین به زندگیتون، حتماً دنبال همچین کیسی باشین. نوبتی مذهبی بزرگ شدم. دوباره درخواست دادم و این بار خیلی زود پذیرفته شدم. اونا منو فرستادن پیش یه زوج پولدار کلمبیایی که می‌خواستن یه عالمه بچه داشته باشن اما نمیتونستن چون زن نابارور بود. اون عاشق این بودن که من یه آدم با ایمانم. بعد از اینکه بلاغ آزمایشگاهی باردار شدم، گذاشتم برم تو اماراتشون زندگی کنم. ما توافق کردیم برای هر زایمان $150,000 بهم بدن. هرچند تو داری میره تو اونجا آها تا وقتی که حامله است زندگی کن. $150,000 حاجی پشمام یارو نمیدونه کیه چه پولا شهر خواهی تو سره ما خریم داداش من گفتم دستم و اجاره میدم ما خریم باقا من نمیدونم هیچ کسی تو مکزیکینا نمیخواد دست نداشته باشه 4 ساله 5 ساله تو یوتیوب دارم کار میکنم خانم با 9 ماه ما خریم. بعد از اینکه اولین بچهشون رو به دنیا آوردن شوهر شروع کرد به کار کردن تو خونه که به این معنی بود که من و اون زمان زیادی رو با هم دیگه میگذروندیم. اونم وقتی زنش رفته بود سر کار تو دفترش. حالا شوهر $15,000 ماهانه بهم میده تا وقتی که زنش خونه نیست معشوقش باشم. همینطور من الان بچه ششم این خانواده رو باردار هستم و دیگه الکل رو گذاشتم که دیگه لغای مصنوعی کار گذاشته. میگه اصلا این با لغای مصنوعی بوده ولی در اصل طبیعیش کرد. من که بیگناه نیستم اما خوشحالم که دارم به این خانواده کمک میکنم. آخه مرسی. داستانش خیلی خفه بود، داستانش لذت بخش بود، خوشم اومد و دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودیم. شان جان نظری چیزی راجع به این زندگی ها عزیزم؟ دیگه به درد نمیخوره این دنیا. الان به این قانون رسیدم که هر کی میگه ندادم 3 بار داده. دون 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 دون. آقا اگر از ویدیو خوشتون اومد هر لایک 1 شیوید به موهای من اضافه خواهد شد. مرسی. و هر کامنت حتما دیسلایک کنیم کچل چی آشغاله. و همین دیگه تو ویدیو من و آرمانم اونور واقعا میخوایدم چقدر مغزمان خرابه به این خرابی هستی. آره دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودین و تا قسمت بعدی خدا رو نگهدار شما. مرسی آرمان که من نشونم خواهش بکنم از قربونت دارم.